سلام دوستان، امروز میخواییم با همدیگه این کتلت های خوشگل رو درست بکنیم. اگه میخواید این کتلت ها رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اینجا کانال مهرداد پزه، من مهرداد هستم، با من همراه باشید. دوستان، تو کانال مهرداد پز ما قصد داریم که قوی ترین و معتبرترین رسپی های دنیا رو به ساده ترین روشی که ممکنه به شما آموزش بدید، با همدیگه این غذا رو درست بکنیم و لذتشو ببریم، شما هم بتونید برای خودتون و خانوادتون درست بکنید. فقط یه خواهش ازتون دارم، شما میتونید با لایک و کامنتاتون، با اشتراک گذاشتن ویدیوهاتون، ارسالش واسه دوستانتون، واسه کسی که فکر میکنید به دردش میخوره، به ما کمک بکنید. حتما این کارو بکنید، این کمکتون از ما دریغ نکنید. این تنها خواهش من از شماست. هر کدوم از شما یه نفر بتونید به این کانال اضافه کنید، ما یه دفعه جمعیتمون 2000-3000 نفر اضافه میشه. بریم سراغ کتلت، که توی ایران مخصوصا کتلت داستان خودشو داره. مادر بزرگا که رسپی های مخصوص خودشونو دارن که کتلتاشون همیشه از همه خوشمزه تره. مادرها، همسرها، همه رسپی های خودشونو دارن. یه فرمول هم که کتلت داره و همه تون میدونید، میگن شما اگه 1000 تا کتلت هم بپزید به هر کی 2 تا دونه بیشتر نمیرسه. بریم سراغ مواد اولیش. اینجا من گوشت چرخ کرده دارم، گوجه فرنگی که برای سرخ کردن کنارشه، سیر، تخم مرغ، ترخون خشک طعم کتلت رو فوق‌العاده میکنه، سیب زمینی به همراه پیاز، نمک و فلفل و زردچوبه. بریم که این غذا رو خیلی راحت درست بکنیم. کتلت یه غذای سریع، فوق‌العاده راحت، هم واسه مجردا، هم واسه کسایی که مشغله زیادی دارن و زیاد فرصت آشپزی ندارن، واقعا یه غذای عالیه. بریم ادامه کار. من سیب زمینیامو با رنده ریز رنده میکنم، چون کتلتم یه بافت خیلی جالبی پیدا میکنه و دوستش دارم. میتونید با رنده درشتم رنده کنید، ولی من خودم این رنده ریزه رو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی بافتش نرم و لذت بخش میشه. خب، پیاز و سیب زمینی رو رنده کردم، سیرم 2 تا حبه داریم رنده میکنیم میزنیم داخلش. حالا قبل از اینکه گوشت و تخم مرغمون رو بهش اضافه بکنیم، باید آب موادمون رو بگیریم. میتونید موادتون رو تای ظرفتون نکنید، این آب نیازی نیست. من این آب رو خالی میکنم توی یه ظرف دیگه. خب، الان اینجا یه دونه سبد دارم، داخل ظرفم میذارم، این موادمو میریزم داخل این سبد. خب، این موادمو ریختم داخل سبد، یه ذره فشارش میدم که قشنگ این آب اضافهش خارج بشه، که کتلتم خیلی آبدار و آبکی نشه مایش. خب، این سیب زمینی های اردبیل فوق‌العاده زرد و زعفرونیه. خب، این میشه از ترکیب پیاز، سیب زمینی، سیر. حالا این ترخونه خشک رو بهش اضافه میکنم، گوشتم اضافه میکنم به موادم، یه مقدار زردچوبه، فلفل سیاه، به اضافه یه مقدار نمک. خب، یه هم میزنیم، یه خورده با هم مخلوط بشن. ببینید این بافتش، این بافت رو نگاه کنید، وقتی با رنده ریز میزنید یه همچین بافت خوبی رو واسه کتلت بهتون میده.
دو تا هم اینجا تخم مرغ داریم. خب دو تا تخم مرغ هم اضافه میکنم. خب الان دیگه وقتشه که با دست قشنگ ورزه خوب بهش بدیم که قشنگ همه موادمون با هم مخلوط بشه. تقریبا باید 3 تا 5 دقیقه ورزش بدید. خب مایه کتلتمون آماده شده، الان دیگه باید بره 1 ساعت داخل یخچال که استراحت بکنه، یه خود خودشو بگیره و قشنگ طعمش هم با هم دیگه مخلوط بشه و یه دست بشه. بعدش آماده است که سرخش بکنیم. یادتون باشه که کتلتو باید با شعله خیلی ملایم سرخش بکنید که قشنگ بپزه و برشته بشه. خب مایه کتلتمون استراحت کرد و الان آماده است که درستش بکنیم. یه تابه گذاشتم روی گاز، روغن گذاشتم، تابه داغ شده. دقت داشته باشید که گفتم کتلت باید زیرش کم باشه، نه باید زیرش زیاد باشه، ولی روغنتون رو قبلش بذارید داغ بشه. کتلتاتون رو هم میتونید گرد درست بکنید، هم میتونید به صورت بلند بلند درست بکنید، هر جوری که خودتون دوست داشتید، ولی ضخامتش سعی کنید که یه اندازه باشه. من یه مادر بزرگ دارم کتلتاش خیلی خوشمزه است و خیلی معروفه، اون کتلتاشو معمولا این سایز درست میکنه. خب اینم از کتلتای ما، یه غذای فوق العاده سریع و راحت، مجرد، متأهل، شاغل، نمیدونم خونه دار، همه میتونن این غذا رو درست بکنن. بچه ها دوستش دارن، بزرگتر ها دوستش دارن. کلن کتلت یه غذاییه که میچسبه، مخصوصا با نون سنگک و گوجه و خیارشور فوق العاده است. من خودم اینجوری خیلی بیشتر دوستش دارم. بعضی هم با برنج میخورن. سبز خوردن هم که باید حتما کنارش باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید و این ویدیو رو با هم دیگه به اتمام رسوندید. اگر میخواید از من حمایت کنید حتما ویدیو رو به اشتراک بذارید، به دوستانتون معرفی بکنید و این خانوادمون رو هر روز بزرگ و بزرگتر بکنید. یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.